توانا بود، هر کی دانا بود. دوباره برگشتیم، ادامه برنامه هست، در بخش معارف قرار داریم و البته یک متعلم، یک متعلم عزیز را دعوت کردیم به نام نغمه جان که البته یک دختر خیلی ها فعال هست و چه خوب است که سوالات و پرسش ها را و درباره خودش و درباره زندگی، درباره که متعلم هست، کدام مضمون خوش داره، کدام مضمون خوش نداره، صحبت ها را بیشتر از خودشان پرسان میکنیم و سلام صبح بخیر تقدیم میکنیم به نغمه جان قن. خیلی خوش آمدید، صحبت بخیر باشه. زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و عرض سلام خدمت تمام بینندگان تلویزیون بیگ. نغمه است، نغمه روزی هستم، متعلم صنف 11 هم در مکتب لیسه میرویس مینه و آرزومند هستم یک صبح زیبا را آغازگر شده باشین. خیلی ممنون و همچنان نغمه جان خوش آمدید. میگیم و میشه در آغاز در مورد دوران مکتب اصلا فعال تانوز بر ما قصه بکنه، حکایت بکنه که چی روزهایی هست دوران متعلمی را سپری کرده تانوز؟ دوره متعلمی یک دوره بسیار خوبی است که از صنف اولی تا 12 مثل خواهر و برادر در یک صنف آغازگر میشیم و در صنف اولی تا صنف سی یک یک جنگ میکنیم هم صنفی و همه چی کارا میشه، خیلی شوخ میباشیم، آرام میباشیم. باز دیگه صنف هشت صنف نو کشیدیم باز با مورد زمان کلان میشیم. بله، باز دیگه محبت ما زیاد میشه، باز همه تو خوهراری بسیار خوب. خود صنف چند هستی؟ صنف 11. صنف 11 هستی، چند نمره مکتب؟ ششم. ششم هستی، چرا اول؟ رقابتی نیستین شما دیگه در بین تا؟ رقابتی نیست. خب خیلی خوب. خب چون حالا مکتب ها رخصت هست، در روزهای رخصتی خودت چی کارا میکنی؟ در روزهای رخصتی کورس، مدرسه، همه تو کارا میکنیم دیگه. باز همه صنف در کورس ستارگان من تقریبا دو سال میشه که خواندم، همونجا تا هنوز هم ادامه داره خواندم. میشه بگین که در اون کورس چرا میخوانید؟ انگلیسی. دو سال میشه انگلیسی میخوانید؟ بله. خب میشه در مورد انگلیسی بگین که زبان انگلیسی چرا مورد علاقه شما شد و چرا تا هنوز دو سال میشه که ادامه داشتین یاد گرفتن انگلیسی را؟ زبان انگلیسی یک زبان بین المللی است که اگر او را بفهمیم بسیار خوب است. در سراسر کشور همین زبان ها استفاده کنیم، در اونجا کاربرد همین انگلیسی در کشور ها بسیار خوب است. اگر ما انگلیسی را یاد بگیریم، اگر رشته طب در پوهنتون که بخوانیم، در رشته طب یا دیگه کلا همون چپترهای کتابش تمام بشن، کلماتش انگلیسی هستن. و از همه مهمتر اگر بریم ما مستری باز طبعا انگلیسی خیلی نیاز هست. خب میشه از صنفی های مکتب بر ما بگی که زمانی که در مکتب هستیم با صنفی ها چقدر با هم صمیمی هستیم و چقدر با درس ها با هم دیگر کمک ها میشه؟ در مکتب خو اگر بهترین هم صنفی باشیم تا از صنف اول تا صنف دوازده بسیار خوب میشیم نه؟ و اگر جنگ و کارا کشه بسیار بیتفاقی پیدا میشه. اگر در امتحان کشه باز در یک دیگه خود باید اونا چی کنن حل نتانستن، باید در اونا کمک کنیم یا نقل بتیم افتی یک کارا کنیم دیگه. بسیار خوبی هست، سمیت های تنه هست. خب بدون شک در امتحان ها زمانی که ما یک استاد داشتیم میگه در هر حالت شما باید آماده باشین، مثلا در جنگ میرین اگر سلاح نداشته باشین از خود دفاع نکنین خودم میشه. از خاطر وقتی که امتحان میره حتما کس متعلمین حتما نقل خو میگیرن. خب نغمه جان میشه درباره حمایت بگی، در خانه کی بیشتر تشویقت میکنه؟ کی میخوای یک دکتر شوی؟ کی میخوای انجینر شوی؟ حقوقدان شوی؟ اول که خودم میخوایم دمی وطن خود خدمت کنم، دکتر شو، در مریضا کمک کنم. مرا که تشویق کننده هم در خانه خواهرم، برادرم، پدر، مادر، اینا که تشویق نکنه شما را شما که درس میخوانه نه؟ بیرون شک بله. ما کوشش کردیم، کوشش خودم علایده است، مادر پدر ما که دستر ما تشویق میکنه، حمایت میکنه، بازو یک علاقمندی خوب به دست یعنی در خانه دیگه نغمه جان بنام دکتر سای بیان میکنه. بله. دکتر نغمه جان. خب خیلی خوب میشه بگین که صنف 11 مکتب هستین و دو سال بعد انشالله که میرین را پیمایی در امتحان کنکور هست. میشه بگین که کدام یعنی پنجزگاه را میخوان انتخاب بکنه؟ یک شو قسمه که گفتین میخوان دکتر شن و دیگر میشه چند پنجزگاه که بیشتر مورد علاقه تون هست میخوان او را انتخاب بکنین و رویش فکر میکنین و برنامه دارین، کدام پنجزگاه هست؟ اول که خودم که در امرای فامیلم تصمیم گرفتیم طب دکتری است که ما بسیار علاقه من داشتم، اما باز دیگه اما در چی در پهنتون های که بریم بیشتر در معلمین هم علاقه دارم، در هم در دکتری.
آها دو بخش اینا انتخاب میکنن. آیا تانوس کدام کوشای همچنان هست به خاطر آماده کردن خودت به امتحان کنکور؟ چون صنف 10 11 12 3 سال خیلی نه سال هست خیلی مهم و سرنوشت برای یک متعلم است. پس میشه خودت بگی که چقدر آمادگی میگیری به خاطر رسیدن به این موفقیت ها و این اهدافی که خودت بر زندگی داری؟ بله امی علی، من آماده کنکور میخوانم و من کوشش میکنم که اگر در پانتون نام برای و میخوام که در کشورهای خارج برات تحصیلهای خود ادامه بدم و از اینجا یک نرس خوب یک دکتر خوب انشالله انشالله ما هم آرزوی موفقیت خودت داریم. خب از مضمونایی که خوشت میاد، من مضمونایی که خوشت نمیاد بر ما کدام مضمون؟ مضمونایی که خوشم میاد انگلیسی است، بیولوژی، دری. اینا رو خوش دارید؟ کدام شه اینا رو کدام مضمونه رو برعکس خوشت نمیه؟ پشتو دیگه اینا رو جبران دیگه استادا سرتان میخونه جبران میخونه سرتان. خب خیلی خب نغمه جان، میشه که از خاطرات از دوران مکتب برام بگی که در صنف با وقوع پیوسته باشه و در اون بین شاگردا شده باشه که چون هر روز مکتب خاطره هست هر روزش، خب میشه که از خاطرات خیلی خوبت که در ذهنت هست میشه بر ما شریک بکنیم. یک خاطرات خوب ما است که یک روز در صنف سیم که دیگه یک هم طفلان تنبل بیماشه بعد در آخر صنف که رفته هم صنفی مردی ما که نقل میگرفتیم استاد گیر کرده بودن. خب آل نقل نمیگیرید صنف سی بودی که نقل میگرفتی؟ آل نقل میتی فکر کنم بکسه؟ آب نقل میتم نقل نمیگرم. خب بر متعلمین عزیزی که وقت گذران هستن، یعنی اونقدر درس خود توجه نمیکنن، چی گفتنی داری؟ در اونا یک پیام خاص مهمی است که درس بخوانن. دیگه کشورهای خارج ببینید چرا جنگ نیسته، چرا اونجا آرامی است، پیشرفته ترین کشورها است. من در ماتانان در کسایی که همسندان من هستم پیامی دارم که درس بخوانن، کوشش کنن، وقت گذرانی نکنن، همیشه در درس باشن و تا که افغانستان آرام شود تا به کی جنگ است، تا به کی بی‌اتفاقی است، باید دست هم بدیم و آینده را بسازیم و افغانستان را بسازیم مانند دیگه کشورهای دیگه شود. خیلی تشکر، یک پیام خیلی زیبا داشت نغمه جان و ما هم آرزوی موفقیت میکنیم تا باشد یک روز بتونن نمو هدف که میخواین دکتر شوند دکتر شوند و خدمتگزار این مملکت و این مردم ما باشند. آرزو میکنیم همیشه درسایش رو بخونن توان میشه. باز هم موفق باشی، تشکر از اینکه حضور پیدا کردیم. نغمه جان موفق باشی، ان شاء الله ما دعا میکنیم به زودترین فرصت اگر واقعا تلاش کنی به آرزوهایت میرسی ان شاء الله. از شما تشکر که ما را در برنامه تو میمان کردین و چند پرسش از ما کردین. خواهش میکنم. تشکر.